وقتی که ما میخوایم یه نرم افزار معماری رو یاد بگیریم حالا چه اون نرم افزار 3D Max باشه چه لومیون باشه چه بقیه نرم افزار معماری اولین فاکتوری که باید بهش دقت کنیم اینه که بعد از مدل سازی جسم سادهمون ما حتما باید این مهارت رو داشته باشیم که بتونیم به اون جسممون از بالا پایین چپ و راستش کاملا بهش تمرکز داشته باشیم و حتی زومش کنیم یا از زوم خارج کنیم تا باز تسلط کامل رو داشته باشیم اگه این مهارت رو داشته باشیم خیلی راحت میتونیم جسممون رو مدل سازی کنیم خوش اومدی به تری جایی که در اون نرم های معماری به زبان ساده بیان میشه وارد محیط نرم افزارمون میشیم توی قسمت کامند پنل میتونیم جسمی که میخوایم رو بکشیم حالا اون جسم یا دکوراسیون داخلی یا خارجی یا هواپیما یا صورت انسان یا هر چیزی که توی تصور شما باشه اولین جسم ما یک جعبه ساده است پس برای کشیدنش میایم توی قسمت کامند پنل اینجا یه بلاوهی وجود داره یعنی یه چیزی رو میخوای اضافه کنی زیرش یه دایره پر هستش یعنی به صورت سه بودی میخوای بکشی اینجا اگه دقت کنی به صورت دو بودی هستش پس ما میایم توی قسمت کامند پنل بلاوه رو میزنیم توی این قسمت جومتری پایینش میایم و روی باکس کلیک میکنیم و پیشورزش هم دقیقا به این صورت لازم نیست اینجا کلیک کنید پس ما میایم روی روی باکس کلیک میکنیم و برای کشیدنش میبینی که دستور آبی شد یعنی انتخاب شده از اینجا یک کلیک میکنیم درگ میکنیم یه جایی ول میکنیم فرق نمیکنه اینجا ول میکنیم میاریم بالا یه بار دیگه کلیک کنیم دیگه دستور تمامه. خب حالا نکته ای که باید یادداشت برداری کنید دقیقا اینه که الان میبینید این باکس من فعاله یعنی من اینجا باز میتونم یه باکس بکشم اینجا باز میتونم یه باکس بکشم یعنی تا انتهای پروژه من میتونم باکس بکشم چجوری این رو از حالت آبی بودن خارجش کنم کافیه که توی این قسمت از ویوپورت هر جایی که دلتون میخواد یه دونه کلیک راست بکنید کلیک راست که بکنی از دستور خارج میشی و دیگه اون حالت آبی از بین میره پس هر موقعی که آبی کردی دستور فعاله هر موقعی که کلیک راست کردی توی قسمتی از ویو دستورت غیر فعال میشه نکته دومی که توی جلسه گذشته یاد گرفتیم این بود که ما اگه این جسمی که داریم رو بهش نگاه کنیم از بالا نمای تاپمون به این صورت از بالا داره نگاه میکنه به این جسم اگر از اینجا بخوایم نگاه کنیم نمای فرونتمون هستش دقیقا میبینی که از اینجا داره نگاه میکنه اگه بخوایم از نمای لفت نگاه کنیم به این صورت چشممون اینجا باشه و بخوایم به این سمت نگاه کنیم به این صورت ما داریم میبینیم آیا همیشه همه این نماها برای ما نیاز میشه خیر گاهی مواقع به این نماها نیاز داریم پس میتونیم این موارد رو از جلوی چشممون پنهون کنیم برای پنهون کردن این موارد کافیه که یکی از ویوپورت هایی که نیاز داریم رو روش غلطک موسمون رو یک بار فشار بدیم برای مثال میبینید که اینجا یک کادر زرد رنگی وجود داره یعنی این ویوپورت برای ما فعاله حالا من میخوام این فعال بشه کافی که اینجا بیام یک بار غلطک موسم رو فشار بدم کادر زرد رنگ اومد اینجا اگه این رو نیاز دارم یک بار غلطک موسم رو فشار بدم به این صورت پس روی هر کدوم که خواستین غلطک موستون رو میتونید فشار بدید حالا من میخوام این فعال باشه برای من غلطک موسم رو یک بار فشار میدم بعدش Alt رو نگه میدارم دکمه Alt روی کیبورد و W رو میزنم بگه نماها فعلا مخفی میشه و نمایی که ما فعالش کردیم برای ما بزرگ میشه پس غلطک موس رو یک بار فشار میدیم بعدش Alt و دبلیو. حالا میخوام برگردن اون نماهایی که پنهان کردم آلتو نگه میدارم دوباره W رو میزنم پس Alt و W رو کامل فهمیدید تصویرمون رو بزرگ میکنه و تصویرمون رو کوچیک میکنه حالا صحنم رو من با Alt و دبلیو بزرگش کردم نکته ای که چند ثانیه قبل یاد گرفتیم این بود که Alt و رو بزنیم بزرگ کوچیک میشه یه قسمتی داریم توی قسمت سمت راست پایین گوشه اگه اینجا نگه داریم نوشته که ماکزیمون ویوپورت یعنی دقیقا همون کار آلتو دبلیو رو انجام میده اگه یک بار بزنید کوچیک یک بار دیگه بزنید بزرگ پس آلتو دبلیوی که یاد گرفتیم دقیقا همین کار رو انجام میده این گوشه سمت راست آلتو دبلیو دقیقا این کار رو انجام میده پس این قسمت ماکزیمون ویوپورت رو یاد گرفتیم مورد دومی که بسیار بسیار مهمه من سعی میکنم اونایی که زیاد مهم هستن و کاربردی هستن اسمشو وقتی که دارم آموزشش رو میگم میگم بسیار مهم پس دقت کنید یکی از مواردی که بسیار مهم هستش زوم یا آلت و زد هستش یعنی آلت رو نگه دارید زد رو بزنید براتون این گزینه میاره شکلش ذره بین میشه میبینید به این صورت خب اگه من بیام روی این گزینه کلیک کنم و اینجا رو انتخاب کنم بالا پایینش کنم دقیقا اون قسمت رو برای من زوم میکنه الان من میخوام از این دستور خارج بشم یاد گرفتیم که کلیک راست بکنم از دستور خارج میشم به این صورت خب الان میخوام این قسمتش رو زوم کنم کافیه که بیام توی قسمت زوم کلیک کنم و این قسمتش رو انتخاب کنم زوم کنم خیلی به درد بخور هستش حالا این دو فاکتوری که یاد گرفتیم رو سری بریم داخل پروژمون پیاده کنیم صحنه این که براتون آماده کردم یه میز و صندلی و چند تا دیوار و یه لوستر و یه پرده و یه گلدان هستش و دو تا کتابی که اینجا قرار دادم خب حالا قرار نیست شما حتما این صحنه رو داشته باشین شما روی باکس هم میتونید تمرین کنید هدف از این آموزش اینه که شما پروژه محور یاد بگیرید حالا من میخوام روی این لوستری که میبینی شیش هایی که آویزان هستن زوم کنم کافیه که بیام تو این قسمت زوم کلیک کنم و اینجا به این صورت بالا پایینش کنم کامل برای من زوم میشه پس خیلی کاربردی هستش الان من میخوام روی این گلدان زوم کنم کافه که این قسمتش رو بزنم یه مقدار بیام عقب و جلو کنم به این صورت برای من زوم میشه پس زوم رو مفهومش رو فهمیدید یه قسمت دیگه هم که یاد گرفتیم Alt و W بود یا این گزینه ماکسیمم ویو پورت رو میتونید یک بار بزنید تا ویو بزرگ یا کوچیک بشه پس این دو مورد رو فعلا یاد گرفتیم برمیگردیم روی پروژه ساده تر اگه غلطک موسم رو من یک بار فشار بدم و ول کنم ویوپورتم انتخاب بشه و یه مقدار بیام عقبتر غلطک موسم رو به سمت خودم هدایت کنم به این صورت خب این داره از هدفم دور میشه یا میتونه نزدیک بشه زوم یا خارج از زوم به این صورت میتونم این کار رو انجام بدم پس شما خیلی راحت میتونید با غلطک موستون یا زوم کنید یا بیاین عقبتر پس اینم یاد گرفتیم. اما مورد بعدی که وجود داره اینه که شما بتونید یه کار خاصی انجام بدین یعنی این رو اینور ورش کنید خب میبینید من الان دارم این رو میکشم اینور اونور و علامت دست برای من ظاهر میشه به این حالت میگم پن من اگه بیام اینجا توضیح بدم اینجا اگه توی این قسمت آدمکی که میبینید نگه دارید اینجا یه علامت دستی وجود داره به این صورت پس نگه دارید این دست رو انتخاب کنید به این صورت میتونید این رو این ورنورش ورش کنید اگه میخوای از این دستور خارج بشید کلیک راست از دستور خارج میشید خب پس خیلی راحته حالا اگه میخواید همیشه اینجا نیایید و راحت تر کار کنید غلتک موستون رو فشار بدید نگه دارید راحت میتونید این رو جابجاش کنید پس غلطک موس رو اگه نگه دارم ول نکنم این کنم به این صورت حالت پن ایجاد میشه اگه قلتک موس رو فقط عقب جلو بکنم به این صورت زوم و خارج از زوم رو انجام میدم پس ما سه مورد رو یاد گرفتیم این زوم رو یاد گرفتیم پن رو یاد گرفتیم و ماکسیمم ویوپورت هم یاد گرفتیم چهارمین موردی که وجود داره اسمش زوم آل هستش اگه بیام روش نگه دارم نوشته زوم آل روش کلیک میکنم اینجا چهار تا مربع هم کنارش میبینید اگه بیام اینجا باز روی ذره بین چهار تا مربع رو باز دارید میبینید یعنی که کلا توی چهار تا ویوپورتمون عمل میکنه اگه من Alt و W رو بزنم یا روی این گزینه کلیک کنم گفتیم که میتونیم چهار تا نمامون رو ببینیم حالا من اینجا نگه دارم بالا پایینش کنم هر چهار رو برامون زوم میکنه یا خارج از زوم پس خیلی راحت یاد گرفتیم گزینه پنجمی که میخوایم یاد بگیریم توی این قسمت زوم اکستند هستش اگه من اینجا نگه دارم دو حالت وجود داره یکیش سفیده یکیش سبز اون سفیده رو اول انتخاب میکنم زمانی که من زدم روی سفیده و نگه داشتم نوشته که زوم اکستن یعنی کلا بیاد برای من اون ویوپورتی که فعال هستش رو زوم کنه نزدیک نمایش بده حالا من میام اینجا دقت کنید میبینید که هنوز دستور قبلی پابرزاست کلیک راست میکنم از دستور خارج میشم الان کادر فعال من کدوم زرد رنگ میبینید اینجاست یا غلطه که موس رو یک بار فشار بدید کادرتون فعال میشه الان من بیام اینجا روی زوم اکستنت سفید کلیک کنم میاد برای من اون ویوپورت رو فقط از زوم میکنه با بقیه ویو ها کاری نداره الان من اینجا بیام فعالش میکنم یه مقدار میرم عقب تر با بقیهش کاری ندارم این ویوپورت برای من فعاله کافی که زوم اکستنت سفید رو بزنم میاد برای من زوم میکنه پس یاد گرفتیم که زوم اکستنتمون اگه به صورت سفید باشه میاد ویوپورت فعالمون رو برای ما زوم میکنه اما یه گزینه دیگه ما اینجا داریم که اگه من نگه دارم نوشته که زوم اکستند سلکشن یعنی میاد اون ویوپورتی که فعال هستش اون قسمتی که انتخاب شده رو بیاد برای ما فقط زوم کنه برای مثال من میام اینجا توی این ویو پورت این رو میکشم بیارم اینجا قرار بدم خب کشیدم آوردم اینجا قرار دادم ببینم کجا الان دقیقا یه لحظه یه کنترل زد بزنم برگرده خب این رو بزرگش کنم یه لحظه این رو بیارم اینجا قرار دادم میبینید که دورترش شده مثلا ما آوردم اینجا الان اگه من بخوام روی این زوم اکستنت رو بزنم کلا میاد اینجا این دوتا رو برای من نمایش میده خب ولی اگه بیام این رو سبزش کنم ببین فلش من روی اینه سبزش میکنم میزنم دیگه اونی که سمت راست بود از بین میره یعنی رفته اون طرف و فقط اونی که جسمم روش بود رو برای من آورد نمایش داد دیگه این رو نمایش نداد پس اگه میخوایم کل صحنهمون رو برای ما نمایش بده کافه که اینجا نگه داریم زوم اکستنت رو بزنیم دوتاش رو وسط کادرمون برامون نمایش میده ولی اگه بخوام مثلا فقط این رو برای من نمایش بده و زوم کنه روش نگه میدارم سبز رو انتخاب میکنم زوم اکستنت سلکشن رو بذارم سری زوم میکنه اون رو برای من نمایش میده خب بیایم روی این قسمت این رو براتون من یه بار دیگه توضیح بدم الان من مثلا یه دونه صندلی رو خب به این صورت هستش کپی میکنم میارم اینجا هم قرار میدم هنوز دستور کپی رو یاد نگرفتیم فقط یا دقت کنید من الان میارم اینجا به این صورت براتون نمایش بدم خب اگه من بیام این زوم اکستنت رو بزنم برایمون هم صندلی رو نمایش میده همین قسمت رو دقت کنید به این صورت هم صندلی هم کل صحنمون ولی میخوام فقط کل صندلی من دیده بشه دیگه این فضا دیده نشه کافی که این رو نگه دارم سبز رو انتخاب کنم زوم اکستن سلکشن رو بزنم به این فقط صندلی رو برای من نمایش داده بشه پس کاملا متوجه شدیم حالا بیام روی این قسمت یه گزینه ای داریم زوم اکستنت آل سلکت خب سلکتید رو من میام انتخاب میکنم به این صورت این میاد کلا توی ویوپورتی که داریم چهار تا ویوپورتی که داریم برای ما این کار رو انجام میده حالا یه مثال دیگه بزنم اینجا من میام اینجا این رو انتخاب میکنم و میگم توی کل ویوپورت هام بیا اون رو برای من توی وسط نمایش بده میبینید توی کل ویوپورت هام آورد این رو برای من توی وسط نمایش داد حالا بریم داخل این قسمت من میبینی که کل فضام رو به این صورت براتون نمایش میدم میگم که Alt و w رو میزنم که کلا توی چهار تا نما بتونم ببینم فقط صندلی رو انتخاب میکنم و میگم توی تمام ویو پورتام این رو وسط کادر نمایش بده کافی که این رو بزنم میبینی که فقط صندلی رو توی ویو پورتام نمایش داد به همین سادگی اگه بیام این رو نگه دارم باز اینجا میبینی که این سبزه رو ما انتخاب کرده بودیم این رو انتخاب کنیم کل فضامون رو میاد به صورت کلی توی تمام پورتامو نمایش میده یعنی سفیدها کلی هستش سبزها به صورت سلکتی یعنی هر چیزی که انتخاب کردیم رو برامون نمایش میده پس این الان سفید باشه به صورت کلی هستش اینم سفیده به صورت کلی هستش پس من میگم کل صحنم رو برای من نمایش بده یا اگه بگم مثلا فقط این دیوار رو برای من نمایش بده میام روی حالت سبز و این دیوار رو توی تمام ویوپورتام پورتام وسط کادر برای من نمایش میده خیلی راحت واقعا خیلی هم کاربردی هستن حتما از این موارد استفاده میکنیم توی پروژه هامون خب توی این قسمتی که میبینید فیلد آف ویو هستش زاویه دیدمون رو تغییر میده پیشنهاد نمیدم به این گزینه دست بزنید چون زاویه دیدتون اگه خراب بشه خیلی سخت میشه کار کردن به این گزینه اصلا دست نزنید توی ادامه کار وقتی که داریم با دوربین کار میکنیم کامل یاد میگیریم اما این قسمتی که یاد گرفتیم پم بود که راحت میتونیم این بر کنیم اگه این قسمت رو نگه داریم توی قسمت هایی که به صورت سیمی هستن دقت کنید اینا همشون دوتا هستن حتی اینجا این دوتاست ولی توی قسمت پرسپکتیومون این سه تا میشه اگه نگه داریم میبینی که سه تاست خب با پن اولی راحت میتونیم این رو جابجاش کنیم به جای این که از این دستور استفاده کنیم کافی که اینجا کلیک راست کنم غلطک موسم رو فشار بدم این علامت دست برای من ظاهر میشه و راحت میتونم کار کنم باش پس لازم نیست هر بار این همه مسافت رو بیام اینجا روش کلیک کنم دستم روی غلطک موس و راحت میتونم توی تمام اینا این ورون ورش کنم خب این از این مورد دومی که وجود داره اگه من نگه دارم توی ویوپورتم هم ویوپورت پرسپکتیو اینجا نگه دارم و اینجا شکل آدمک رو انتخاب کنم اسمش هستش والک ترو اگه من بیام والک ترو رو انتخاب کنم راحت میتونم این ورون ورش کنم ببینید بالا پایین چپ راست راحت میتونم این ورون ورش کنم و خیلی راحت برم نزدیک مثلا بالای سقف رو نگاه کنم پایین سقف رو آلت و دبلیو رو میزنم راحت براتون نمایش بدم مثلا یه مقدار برم نزدیکتر بگم اینجا لوستر قرار داره اینجا میز قرار داره راحت بچرخم دور اون جسمی که میخوام براتون شهر بدم پس مثل قدم زدن راحت میتونیم توی این قسمت بیایم این ورانورش رو نمایش بدیم اگه من نگه دارم توی این قسمت پس گفتیم این پنم میتونه این ورانور بکنه اگه این آدمت رو انتخاب کنید بالا پایینش کنید یه مقدار میبینی که اینجا کد میشه میبینید کج میشه الان به این سمته وقتی میارم پایین به این سمت میشه پرسپکتیو به هم میخوره خب اگه من بیام این رو درستش کنم به این صورت وسط بیارم و این رو بیارم توی این قسمت روی دومی بذارم خب توی حالت دودی بذارم دو بودی الان اینجا باز دست برای من نمایش داده میشه که اگه من بالا پایینش کنم دیگه اون حالت کدری رو به من نمیده و راحت میتونم این رو ببرم بالا پایین چپ راست خب این کجا به درد میخوره زمانی که ما نمیخوایم پرسپکتیومون توی دوربین به هم بخوره اگه شما بیایید یک رندر به این صورت بگیرید خب به این صورت میبینی که تصویرتون کدر این ورش مثلا یه مقدار اومده فاصلش تا این خط خیلی زیاده اینجا خیلی کم پس اگه نمیخواید اینجوری باشه میتونید از اون حالت دوم استفاده کنید که به این صورت اما زیاد اینا کاربرد آنتنانی توی پروژمون نداره من اگه بیام توی این گزینه که میبینید اوربیت رو براتون توضیح بدم خیلی خیلی کاربردی هستش و کاربرد داره توی تمام پروژه هامون به این صورت من میام روی این گزینه کلیک میکنم باز این میبینی سبزه زمانی که گفتیم سبزه یعنی روی یک جسم خاصی میخواد یک کار خاصی انجام میده خب من این رو میزنم یه دایره برای من ظاهر میشه چون سبز و من این فنجان رو انتخاب کردم میگم که فقط بطرخ دور اون جسمی که انتخاب کردم فنجان رو انتخاب کردم دور این فنجان میاد راحت میچرخه میبینید فقط دور فنجان الان من میام کتاب رو انتخاب میکنم و این اوربیت رو انتخاب میکنم سبز. و چون سبزه سلکشنه یعنی فقط اون قسمتی که سلکت کردیم رو میاد دورش میچرخ دور کتاب بیام اینجا روی این گزینه کلیک کنم حالا صندلی بگم دور صندلی بچرخ میبینید خیلی راحت دور صندلی میچرخه حالا اگه بیام از این حالت خارجش کنم سفیدش کنم و بگم کل اون فضایی که دارم برای من بچرخ ببین کل خونه میاد دورش میچرخ یه فنجانی در کار نیست کل اون فضایی که دارم دورش میاد میچرخه. پس یاد گرفتیم که اگه سبز باشه دور اون قسمتی که انتخاب کردیم برای آخرین بار میچرخه، اون قسمت صندلی الان من بچرخم دقیقا دور اون صندلی میچرخه ببینید، انتخاب شده من صندلی هستش و دور اون صندلی میاد میچرخه به این صورت. حالا گلدان رو انتخاب کنم، فقط سبز و میاد دور گلدان میچرخه به این صورت حالا این فضا رو انتخاب کنم وسطش رو میاد دور وسط کار میچرخه پس همیشه این رو رو حالت سلکت بذارید خیلی کاربرد داره خیلی قابل استفاده هستش مورد بعدی Alt و W هستش که میتونیم این رو بزرگ و کوچیکش کنیم کلا این موارد رو یاد گرفتیم مهمتریناش اینه که میتونیم اینجا زوم کنیم خب یه نقطه من بگم الان میبینی که من میخوام زوم کنم زیاد زوم نمیشه خیلی ضعیف زوم میشه میبینید خیلی ضعیف خیلی دیر زوم میشه دلیلش اینه که این حالت دودی داره و اگه من بیام روی حالت آدمک بذارم الان من بیام روی این گزینه کلیک کنم و زوم کنم خیلی سریعتر برای ما زوم میشه به این صورت. اگه این جلسه از آموزش رایگانمون براتون مفید بود خوشحال میشید این آموزش رو به دوستاتون فوروارد کنید و ما رو توی صفحات مجازی دنبال کنید و لایک و کامنت یادتون نره